اسمش چه میتوانست باشد؟ صاحب خانه گفته بود وقتی راجب او با من حرف میزد فقط میگفت دخترک، ولی خودم اسمهایی مستعار برایش ساخته بودم، نظیر مردمک چشمها یا کشتی کوچولو. از این گذشته روسا کابارکاس عادت داشت نام شاگردانش را برای هر مشتری تغییر بدهد. یکی از سرگرمی‌هایم این بود که اسامی را از روی قیافه‌ها حدس بزنم و از همان اول حدس پیدا کردم که دخترک نام طول و دراز دارد. ف مثل فیلومنا، ساتورنینا یا نیکولاسا. در این فکرها بودم که او نیمچرخی در بستر زد و پشت به من داد و به نظرم رسید به شکل و اندازه بدن خونابه از خود بر جا گذاشته است. وحشتی آنی سراپایم را لرزان و فقط موقعی آرام گرفتم که متوجه شدم رطوبت عرق بود بر ملافه. روسا کابارکاس توصیه کرده بود رفتارم با احتیاط باشد، چون هنوز دخترک ترسش نریخته بود و به قدر دفعه اول وحشت داشت. علاوه بر این گمانم تشریفات این مراسم هم بر حراسش افسوده بود و به ناچار مقدار بیشتری جوشانده سنبل کوهی به او داده بودند، زیرا با چنان آرامشی خوابیده بود که آدم دلش نمی آمد یک هو بیدارش کند. به همین جهت اول با هول خشکش کردم، در حالی که تصنیف دلگادینا دختر کوچک پادشاه و عزیز دردانه پدرش را به نجوا در گوشش می خواند. در ضمنی که سرگرم خشک کردنش بودم و هماهنگ با حرکات من پهلوهای عرق آلودش را نشانم می داد. دلگادینا، دلگادینا، گوهر نایابم خواهی بود. لذتم حدی نداشت، چون همین که یک طرفش را خشک می کردم طرف دیگرش خیس عرق می شد. تا آواز هرگز به پایان نرسد در گوشش زمزمه می کردم بلند شو دلگادینا، دامن مخملت را بپوش. آخر سر وقتی خدمتکاران پادشاه دلگادینا را مخمل پوشیده در بستر مرده می یابند، به نظرم رسید کوچولوی من به شنیدن اسمش نزدیک بود بیدار شود. پس اسمش همین بود، دلگادینا. با زیر شلواری منقش به بوسه های باسمه‌ای به بستر برگشتم و کنارش دراز کشیدم. با ترنم تنفس آرامش تا ساعت 5 خوابیدم. بی آنکه دست و صورت بشورم خیلی تند و شتاب زده لباس پوشیدم و تازه آن وقت چشمم به جمله ای افتاد که با مداد لب روی آینه دستشویی نوشته شده بود: ببر تومش را آن دورها نمی درد. مطمئنم شب قبل از این نوشته اثری نبود، به همین علت آن را هدیه شیطان دانستم و در آستانه در رعدی هولناک غافلگیرم کرد و بوی خاک مرطوب اتاق را انباشت. فرصت نکردم خیس نشده بگریزم قبل از اینکه تاکسی پیدا کنم. رگباری شدید شروع شد، از آنهایی که از ماه مه تا اکتبر شهر را به آشوب می‌کشند، زیرا خیابان‌های پوشیده از ماسه سوزان که به سمت رود سرازیر می‌شوند به بستر سیلاب‌هایی بدل می‌گردند که هر چه سر راهشان باشد با خود می‌برند. بارش‌های آن سپتامبر قریب پس از 3 ماه خشکسالی برکت و ویرانی را همزمان سوغات آوردند. همین که در خانه را باز کردم این احساس جسمانی که تنها نیستم به پیشوازم آمد. یک نظر پشم ابرگون گربه را دیدم که از روی کاناپه جهید و از بالکن فلنگ را بست. در بشقابش تهمانده غذایی به چشم می‌خورد که من برایش نریخته بودم. همه جای منزل آکنده از تعفن ترشیدگی ادرارهای مکرر و بوی گند مدفوع گرمش بود. درباره‌اش مطالعه کرده بودم با همان جدیت که زبان لاتین را آموختم. جزوه راهنما می گفت که گربه ها با پنجه خاک را کنار می زدن تا مدفوعشان را قایم کنند و در خانه های بدون حیات نظیر اینجا در گلدان این کار را می کنند یا در هر سوراخ و سنبه دیگر که بیابند. مناسب این است که از روز اول جعبه با ماسه برایش آماده کنند و به استفاده از آن عادتش بدهند و همین کار را کردم. علاوه بر این می گفت که در خانه جدید اول از همه هر گوشه ادرار می کنند تا قلمرویشان مشخص شود و احتمالاً علت می توانست همین باشد، اما جزوه راهنما توضیح نمی داد چطور باید این مشکل را چاره کرد. ردش را گرفتم تا با عادتهای اولیش آشنا شوم، ولی موفق نشدم پناهگاه های مخفیش، مکانهای استراحتش، دلایل تلون مزاجش را کشف کنم. خواستم یادش بدهم سر وقت غذا بخورد، در جعبه پر از ماسه غذای حاجت کند، هنگامی که خوابیدم از تخت بالا نرود و خوراکی های روی میز را بو نکشد و نتوانستم به اون بفهمانم اقامت در آن خانه حق مشروعش بود و نباید آنجا را غنیمت جنگی میپنداشت. خلاصه او را به حال خود گذاشتم و اجازه دادم هر کاری دلش میخواهد بکند. هنگام غروب با رگبار مواجه شدم که بادهای طوفانی ملازمش نزدیک بود خانه را از پای بست ویران کنند. هجوم عطسه های متوالی مرا به جان آورد. جمجمه‌ام درد گرفت و تب کردم،
اما چنان نیرو و اراده‌ای در وجودم می‌جوشید که نظیرش را هرگز در هیچ سنی و بر اثر هیچ انگیزه‌ای نشناخته بودم. چند قابلمه کف اتاق‌ها گذاشتم تا آبی که از سوراخ سقف‌ها می‌چکید در آنها جمع شود و متوجه شدم از زمستان قبل چند سوراخ تازه سرباز کرده بود. بزرگترینشان داشت قسمت راست کتابخانه را غرق آب می‌کرد. با عجله نویسنده‌های یونانی و لاتین را که مکانشان آن سمت بود نجات دادم. ولی هنگام برداشتن کتاب‌ها لوله‌ای سوراخ در انتهای دیوار کشف کردم که آب با فشار شدید از آن بیرون می‌زد. با چند تکه دستمال هر طور می‌شد دهانش را بستم تا فرصت بیابم کتاب‌ها را از مهلکه برهانم. صدای ریزی آب و زوزه باد با هم در آمیختند و قوقا برپا کردند. یکو آذرخشی شبه‌گونه و تندر همزمانش هوا را به بوی تند گوگرد آغشته ساختند. باد پنجره‌های رو به بالکن را به لرزه درآورد و تند باد هولناک دریایی قفل‌ها را شکست و داخل منزل چپید. لیکن در کمتر از 10 دقیقه بساطش را یکسره برچید و رفت. آفتابی شکوهمند خیابان‌های پوشیده از نخاله‌های فرو ریخته را خشک کرد و گرما برگشت. وقتی رگبار قطع شد، هنوز احساس این که در خانه تنها نیستم با من بود. فقط یک توضیح به ذهنم می‌رسد. همانطور که رویدادهای واقعی فراموش می‌شوند، وقایعی که هرگز رخ ندادن نیز می توانند در خاطرمان بمانند که گویی واقعیت داشتند. مثلا اگر وضعیت اضطراری رگبار را به خاطر می آوردم، خودم را در خانه تک و تنها نمی دیدم، بلکه همواره دلگادینا هم کنارم بود. شب او را چنان نزدیک حس کرده بودم که صدای نفسهایش را در اتاق خواب و تپش گونهش را بر بالشم می شنیدم. فقط به این ترتیب فهمیدم در زمانی چنین کوتاه چه بسیار چیزها بر ما گذشته بود. یاد خودم می افتادم که روی چهارپایه کتابخانه ایستاده بودم و یاد دخترک می افتادم که بیدار بود و پیراهن گلدارش را به تن داشت و کتابها را از من می گرفت و در جایی امن می گذاشت. او را می دیدم که از این سو به آن سوی خانه می دوید و با ویرانگری های طوفان دست و پنجه نرم می کرد، در حالی که آب تا مچ پاهایش می رسید. به خاطر می آوردم چطور روز بعد صبحانه ای آماده کرد که هرگز وجود نداشت و میز را چید در همان حال که من کف اتاقها را خشک می کردم و خانه آشفته را نظم می بخشیدم. هرگز نگاه اندوهگینش را هنگامی که صبحانه می خوردیم فراموش نکردم. چرا انقدر پیر با من آشنا شدی؟ جوابم این حقیقت بود. سن آدم ربطی به سالهای عمرش نداره، بلکه بسته به احساسشه. از آن پس چنان واضح در خاطرم ماند که هرچه دلم می خواست با او می کردم. مطابق حالت روحیم رنگ چشمها را تغییر می دادم. رنگ دریا موقعی که از خواب بیدار می شد. رنگ عسل وقتی می خندید. رنگ زغال هرگاه از من دلخور بود. جوری به او لباس می پوشاندم که با سن و سال و وضعیتش که تابع دگرگونی های مزاجم بودن سازگار باشد. نامزد دل باخته در 70 سالگی، فاحشه اعیانی در 40 سالگی، ملکه بابل در 70 سالگی، قدیسه در 100 سالگی. با هم ترانه های عاشقانه دو صدای پوچینی، بلورهای آگوستین لارا و تانگوهای کارلوس گاردل را می‌خواندیم و یک بار دیگر به تجربه در می‌یافتیم کسانی که آواز نمی‌خوانند حتی از تجسم شادمانی آواز خواندن عاجزند. امروز می‌دانم توهم نبود، بلکه یکی دیگر از معجزه‌های اولین عشق زندگیم در 90 سالگی بود. خانه که مرتب شد، به رسوکاوارکاس زنگ زدم. با شنیدن صدایم به فریاد گفت: پناه بر خدا، خیال کردم خودت را غرق کرده ای. نمی توانستم بفهمم چطور باز شب را با دخترک گذراندی بدون این که به او دست بزنی. اگر ازش خوشت نیاید کاملا حق داری، ولی لااقل مثل آدمهای بالغ رفتار کن. خواستم برایش توضیح بدهم، ولی او بی مقدمه موضوع را عوض کرد. به هر صورت یکی دیگر را واسعت در نظر گرفتم. یک کم بزرگتره و هم خوشگله و هم باکره. بابا جونش بابتش یک خانه می خواهد، اما می شود بحث کرد و ازش تخفیف گرفت. وحشت زده اعتراض کردم: همین کم بود، کس دیگری را نمی خواهم. و مثل قبل بدون جار و جنجال، بدون دعوا، بدون دلچرکینی آن سوی خط سکوت سنگینی کرد و عاقبت صدایش شنیده شد که با لحنی مطیع انگار با خودش حرف می زد. خب لابد این همان چیزی است که اتباع اسمش را جنون کهنسالی گذاشتند. ساعت 10 شب با راننده‌ای راهی شدم که به فضیلتی غریب و کمیاب مشهور بود. عادت نداشت سوال کند. پنکه‌ای قابل هم و تابلوی از اورلاندو ریبرا و چکش و میخ برای نصبش با خودم بردم.
سر راه ماشین را نگه داشتم تا مسواک و خمیردندان، صابون معطر و اتکلن بخرم. میخواستم گلدانی قشنگ و یک دسته روز زرد هم بگیرم تا یادآور جلوه گلهای کاغذی باشد. اما هیچ دکه و دکانی باز نبود و به ناچار چند شاخه عقاقیای نوشکفته از باقی خصوصی دزدیدم. به توصیه صاحبخانه دیگر از کوچه پشتی مجاور مجرای آب می آمدم تا کسی هنگام ورود از در بزرگ باغستان مرا نبیند. راننده بهم هشدار داد: مواظب باشید آقای عاقل، توی این خانه آدم می کشند. در جوابش گفتم: سر و جان فدای عشق. حیات در ظلمت فرو رفته بود، ولی نور پنجره‌ها و ترنم موسیقی در شش اتاق از وجود حیات خبر می‌دادند. در اتاق خودم صدای گرم و دلنشین دون پدرو بارگاس، بهترین تنور آمریکا را تشخیص دادم که یکی از بولروهای میگل ماتاموروس را می‌خواند و آوازش بلندتر و واضح‌تر به گوش می‌رسید. احساس کردم کم مانده است پس بیفتم. وقتی در راه لم دادم نفسم بی‌نظم بود. دلگادینا را همانطور که در خاطره‌هایم مجسم می‌کردم در بستر دیدم، برهنه و خفته در پناه آرامشی مقدس، لمیده بر سمت غرب. قبل از آن که به رخت خواب بروم، پنکه نو را به جای پنکه زنگ زده گذاشتم و تابلو را جایی آویزان کردم که دخترک بتواند از بستر آن را ببیند. کنارش دراز کشیدم و وجب به وجب اندامش را شناختم. همان بود که در منزلم می‌پلکید، همان دست‌ها که در تاریکی لمسم می‌کردند، همان پاها با گام‌های سبک که خیال می‌کردم قدم‌های گربه‌اند، همان رایحه عرق که از ملافه‌هایم برمی‌خواست، همان انگشت مخصوص انگشتانه. شگفتا وقتی با گوشت و پوست می‌دیدم و لمسش می‌کردم، از خاطره‌هایم غیرواقعی‌تر می‌نمود. بهش گفتم تابلوی به دیوار روبرو آویزان است، اینجا می‌گذارمش تا اولین چیزی باشد که وقتی بیدار می‌شوی ببینی. هنگامی که ساعت 1 صبح چراغ‌ها را خاموش کردم، اصلاً جابجا نشده بود و به قدر ملایم نفس می کشد که نبضش را گرفتم تا خاطر جمع شوم زنده است. خون سیال و روان مثل تصنیفی آشنا در رگهایش جاری بود و منشعب می شد تا به پرت افتاده ترین گوشه های بدنش برسد و پاک و زلال مثل عشق به قلبش برمی گشت. سحرگاه قبل از ترک آنجا خطوط دستش را روی کاغذ کشیدم و به دیبا صاحبی نشان دادم تا با کفبینی راز روانش را برایم فاش کند. او گفت این شخص فقط حرف دلش را میزند، جان میدهد برای کارهای یدی، با یک نفر که از این دنیا رفته در تماس است و از او انتظار کمک دارد، ولی اشتباه میکند چون کمکی که میجوید در دسترسش است. هیچ رابطه جنسی نداشته ولی سال خورده و متأهل میمیرد. در حال حاضر با مردی مومشکی ارتباط دارد که مرد زندگیش نخواهد بود. میتواند صاحب 8 تا بچه بشود ولی 3 تا بیشتر نمیخواهد. در 35 سالگی اگر به جای عقل از احساس پیروی کند، کلی پول به دست می رسد و در 40 سالگی از یک نفر ارث می برد. زیاد سفر می رود، زندگی دوگانه و اقبال دوگانه دارد. می تواند بر سرنوشت خودش تأثیر بگذارد. دوست دارد از روی کنجکاوی همه چیز را تجربه کند، اما پشیمان خواهد شد اگر تابع قلبش نباشد. پریشان حال از عشق ترتیبی دادم که خرابی های طوفان را ترمیم کنند و این فرصتی شد تا تعمیراتی هم که از مدتها قبل به علت بیپولی و سهل‌انگاری به تأخیر افتاده بودند انجام گیرند. کتابخانه را نظم دادم و کتابها را به ترتیبی که خوانده بودم چیدم. آخر سر پیانوی مکانیکی را به عنوان شیئی عتیقه با بیش از 100 قطعه موسیقی کلاسیکش به سمسار سپردم و به جایش گرامافونی دست دوم خریدم که از مال خودم بهتر بود و بلندگوهایی با کیفیت بالا داشت که به محیط خانه عظمت بخشید. به مرز ورشکستگی رسیدم، ولی شور زندگی در سن و سال من معجزه‌ای بود که به همه این خرج‌ها می‌ارزید. خانه از خاکسترهایش باز زاده می‌شد و من شناور در عشق دلگادینا. چنان سرخوش و شادمان بودم که هرگز در زندگی گذشتم سابقه نداشت. به برکت وجود او، برای نخستین بار در حالی که ایام پس از 90 سالگی را سپری می‌کردم، با سرشت طبیعی و خصلت‌های ذاتی‌ام مواجه شدم. پی بردم که وسواسم برای آنکه هر چیز سر جایش باشد، هر کار به موقع انجام شود، هر لفظ سازگار با سبک در جمله بنشیند. کشف کردم که پای بندیم به انضباط را نباید فضیلت دانست، زیرا واکنشی است در قبال اهمال کاریم که سخاوت به خرج میدهم تا خستگیم آشکار نشود، که احتیاط به خرج میدهم چون کج خیالم، که آشتی طلبیم برای پرهیز از غلبه غیظ و غضب سرکوفته درونم است، که فقط به این خاطر وقت شناسم که نمیخواهم بفهمند چقدر وقت سایرین را کم اهمیت میدانم. آدم دیگری شدم
سعی کردم آثار نویسندگان کلاسیک را که در دوران نوجوانی راهنمایم بودند دوباره بخوانم، ولی تا به تحملشان را نیاوردم. در مطالعه ادبیات رمانتیک فرو رفتم که وقتی مادرم می‌خواست آمرانه به من تحمیلشان کنند مایه بیزاریم بودند و به واسطه آنها دریافتم که آنچه عالم را به تحرک وامی دارد عشق‌های کامروا نیستند، بلکه شیدایی‌های بدفرجام و بی‌سرانجامند. هنگامی که بحران به سلایقم در موسیقی همسرایت کرد، خود را عقب مانده و پیر دیدم و دل و جانم را به لذت‌های قضا و قدر سپردم. از خود می‌پرسم چطور توانستم دستخوش این سرگیجه مدام شوم که شخصاً برمی‌انگیختمش و از آن بیم داشتم. میان ابرهای پراکنده قوطه می‌خوردم و به بهانه این توهم باطل که می‌خواهم بدانم کی هستم، جلوی آینه با خودم حرف می‌زدم. سرسام و آشفتگی روانم چنان شدید بود که در تظاهراتی دانشجویی توأم با پرتاب سنگ و بطری خیلی سخت خود را مهار کردم و به صف اول نرفتم تا اعلانی را به دست بگیرم که حقیقت هستیم را هوار می‌زد. مجنون عشق. خاطره بی‌شفقت دلگادینای خفته چنان خوره ذهنم شد که بدون ذره شیطنت لحن و روح یادداشت‌های یکشنبه‌ام را عوض کرد. به هر مضمونی می‌پرداختم، مخاطبم او بود. مطالبم را خنده‌آور یا سوزناک فقط به خاطر دخترک می نوشتم و جانم را در هر کلمه می ریختم. به جای شیوه سنتی همیشگیشان، آنها را به شکل نامه های عاشقانه می نگاشتم که هر کس می توانست از آن خود بداندشان. به مسئولان روزنامه پیشنهاد کردم مطالب را حروف چینی نکنند، بلکه با خط خوش خودم به چاپ برسانم. صد البته دبیر تحریریه این را نشانه تکبر پیرانه سردانست، اما مدیر کل با جمله متقاعدش کرد که هنوز ورد زبان کارکنان نشریه است. اشتباه نکنید، دیوانه های بی خطر پیشگامان آینده هم. پاسخ عموم مردم آنی و پرشور بود. هر روز تعداد زیادی نامه از خوانندگان عاشق و دلسوخته به دستم می رسید. بعضی ها را در پایان اخبار رادیو جزء مطالب فوری لحظه آخر می خواندند. از آنها رونویسی می کردم و مثل سیگار قاچاق نبش خیابان سمبلاس می فروختم. از همان ابتدا آشکار بود از دغدغه هایم برای بیان حرف دلم فرمان می بردم. اما خودم را عادت دادم در نگارش یادداشت‌هایم نامه‌های خوانندگان را هم مد نظر قرار دهم و همواره از زبان مردی 90 ساله بنویسم که یاد نگرفته بود مانند سالخورده‌ها فکر کند. جماعت اهل فضل شهر تک افتاده از نوشته‌هایم بیمناک بودند و درباره‌شان اتفاق رأی نداشتند و حتی خط‌شناسان برجسته‌ای که بعید به نظر می‌رسید به این گونه مباحث وارد شوند، با تحلیل بی‌نظم دست‌خطم مجادله برمی‌انگیختند. آنها باعث تفرقه افکار عمومی شدند، بازار بحث و جدل را داغ کردند و دلتنگی برای ایام گذشته را رواج دادند و باب روز ساختند. قبل از پایان سال با روسا کابارکاس به توافق رسیدم که پنکه برقی، وسایل میز توالت و سایر چیزهایی را که بعداً می‌آورم تا آن اتاق قابل زندگی شود همانجا بگذارم. ساعت 10 می‌رسیدم و همیشه چیز تازه‌ای برای او یا برای لذت جفتمان می‌آوردم و ظرف چند دقیقه اسباب و اساس مخفی را بیرون می‌کشیدم و میچیدم تا صحنه نمایش شبانه ایمان آماده شود. قبل از ترک آنجا که هرگز دیرتر از 5 صبح نبود، همه چیز را در محلی امن میگذاشتم و با قفل و کلید آنها را از دستبرد محفوظ میداشتم. آن وقت اتاق خواب حالت محقر همیشگیش را میگرفت و خلوتگاه عشقهای حزین مشتریان هر از گاهی میشد. یک روز شنیدم مارکوس پرس، پرشنونده ترین صدای رادیویی از سر صبح، تصمیم گرفته است یادداشت‌های یکشنبه‌ام را در برنامه خبری دوشنبه‌هایش بخواند. همین که توانستم حالت تهوعم را مهار کنم یکی خوردم. گفتم خودت خوب میدانی دلگادینا شهرت خانم خیلی چاقی است که با آدم نمیخوابد، ولی موقعی که بیدار میشویم همیشه روبروی تخت ایستاده و خیره نگاهمان میکند. یک روز آنجا ماندم تا با روسا کابارکاس صبحانه بخورم. گرچه مثل سابق لباس عزا به تن میکرد و کلاهی مشکی به سر میگذاشت که ابروهایش را میپوشاند، ولی کمتر از قبل به نظرم فرتوت میآمد. صبحانه هایش به خوشمزگی شهرت داشتند و همیشه چاشنیشان فلفل سبز بود که مرا به گریه می انداخت. با اولین لقمه آتش سوزان با چشمان اشک آلود به او گفتم امشب بدون ماه بدر هم سوزش مقعد دارم. گفت شاکی نباش، اگر می سوزد یعنی هنوز صاحب نشیمنگاه هستی و باید شاکر باشی. وقتی نام دلگادینا را بر زبان آوردم جا خورد. گفت اسمش این نیست، اسمش... حرفش را قطع کردم. بهم نگو، واسه من دلگادیناست. شانه بالا انداخت. خب هر جور تو بخواهی، اول و آخرش مال خودته. اما اگر از من بپرسی میگویم آدم این اسم را که میشنود یاد داروی باب میافتد. قضیه جمله مربوط به باب را که دخترک روی آینه نوشته بود برایش تعریف کردم
روسا گفت محال از کار او باشد چون سواد خواندن و نوشتن ندارد. پس کار کی بود؟ شانه بالا انداخت. شاید یک نفر که توی آن اتاق مرد. آن صبحانه های دوستانه فرصت مناسبی بودند که درد و دل کنم و از روسا کابارکاس بخواهم محض گل روی من کمی برای رفاه و آرستگی دلگادینا مایه بگذارد. بی آنکه ذره‌ای تردید نشان بدهد با شیطنت و بازیگوشی دخترهای دبیرستانی درخواستهایم را میپذیرفت. یکی از آن روزها بهم گفت چه بامزه، انگار بخواهی او را از من خواستگاری کنی. فکری به ذهنش رسید، راستی چرا باهاش عروسی نمی‌کنی؟ از تعجب دهانم باز ماند. پافشاری کرد، جدی میگویم، اینجوری واسط ارزان‌تر در میآید. در نهایت مشکل آدمی با سن و سال تو این است که به درد بخورد یا به درد نخورد. ولی بهم گفتی که تکلیف خودت را از این جهت روشن کرده. جوابی آماده در آستین داشتم. رابطه جنسی دلخوشی آدمیه که عشقی را پیدا نکرده. خنده سر داد. امان از دست تو دانشمند نازنینم. همیشه میدانستم که خیلی مردی، که همیشه اینطوری بودی و خوشحالم که هنوز همینطور مانده ای، در حالی که دشمنانت شمشیرها را غلاف کرده اند. بی خود نیست آنقدر ازت تعریف میکنند و اسمت سر زبانها افتاده است. برنامه مارکوس پرس را گوش دادی؟ برای اینکه حرف را عوض کنم گفتم همه به برنامهش گوش میدهند. اما او دستبردار نبود. پروفسور کاماچوی کانو هم دیروز در از هر چمنگلی گفت دیگر دنیا مثل سابق نیست، چون مردهای نظیر تو کم پیدا میشوند. آخر آن هفته دلگادینا دچار تب و سرفه شد. روسا کابارکاس را بیدار کردم تا دوای خانگی به من بدهد و داروخانه قابل حمل کمک‌های اولیه را همراه هم به اتاق بردم. دو روز بعد دلگادینا همچنان مریض احوال بود و نتوانست سر کارش برود و مطابق معمول دکمه بدوزد. پزشک مداوای خانگی برای علاج زکامی عادی که ظرف یک هفته علاج می‌شد تجویز کرده بود، اما وضعیت کلی مزاجش که از سوی تغذیه نشان داشت نگرانیش را برانگیخت. مدتی ندیدمش و حس کردم جایش چقدر خالی است و با استفاده از این فرصت به تنهایی اتاق را نظم دادم و آراستم. نقاشی سیاه قلمی هم از سسیلیا پوراس که آن را برای همگی منتظریم کتاب قصه های الوارو سیدا کشیده بود زینت بخش اتاق شد. 6 مجلد ژان کریستوف رومن لوران را آنجا بردم تا آذوقه معنوی شبهای بیخوابیم باشد. خلاصه اینکه وقتی دلگادینا توانست با آن اتاق بازگردد آنجا را شایسته سکونت توأم با شادمانی یافت. حشره‌کشی معطر هوا را پاک کرده بود. دیوارها صورتی بود. لوله لامپ‌ها شفاف. گل‌های با تراوت در گلدان‌ها جلوه می‌فروختند. کتاب‌های محبوبم آنجا مکان داشتند. تابلوهای قشنگ مادرم به ترتیبی دیگر مطابق پسند روز به دیوارها آویزان بودند. رادیویی با موج کوتاه را جایگزین رادیویی قدیمی کرده بودم و همیشه روی موجی می‌گذاشتمش که موسیقی ارزنده داشته باشد. چون دلم می‌خواست دلگادینا عادت کند با کوارت‌های موزارت به خواب برود. ولی یک شب متوجه شدم تنظیم رادیو به هم خورده و روی ایستگاهی است که مخصوص بلورهای باب روز بود. شک نکردم که دخترک اینطور میپسندید و بدون دلخوری به سلیقه‌اش گردن نهادم، زیرا خودم هم در ایام خوش عمر بلور را از ته دل دوست داشتم. روز بعد قبل از آنکه به منزل برگردم با مداد لب روی آینه نوشتم کوچولوی من، در این دنیا تنهاییم. در آن ایام این احساس غریب به من دست داد که دلگادینا زودتر از موعد بزرگ و بالغ میشد. در این باره با روسا کابارکاس حرف زدم و به نظر او قضیه خیلی طبیعی آمد. گفت 5 دسامبر 15 سالش تمام می شود. نمونه تمام عیار متولدین برج قوس. از اینکه آنقدر واقعی بود که سنش بالا می رفت شگفت زده و نگران شدم. چی می توانم بهش هدیه بدهم؟ روسا کابارکاس گفت یک دوچرخه. مجبور است روزی دوبار برای دکمه دوختن از این سر شهر به آن سر شهر برود. در پستو دوچرخه ای را که سوارش می شد نشانم داد و به نظرم رسید آن ابو قرازه ابدا شایسته بانوی چنین محبوب نبود. در این حال از مشاهدهش منقلب شدم، چون نشانه ای ملموس بود که موجودیت دلگادینا را در زندگی واقعی تایید می کرد. وقتی رفتم بهترین دوچرخه را برایش بخرم، تسلیم وسوسه کودکانه شدم و خواستم اول خودم امتحانش کنم و چند بار تفننی مغازه را دور زدم. در پاسخ به فروشنده که سنم را پرسید با کرشمه کهنسالی گفتم به زودی 91 سالم می شود. مخاطبم دقیقا همان جوابی را داد که دلم می خواست بشنوم. خب راستش 20 سال کمتر نشان می دهید. خودم هم نمی دانستم چطور مهارت دوران دبیرستانم را حفظ کردم و وجودم از شور و شعفی شکوهمند لبریز شد. زدم زیر آواز. اول آهسته برای خودم می خواندم و سپس صدایم را ول دادم و با تفخر کارازوی کبیر میان دکه های انباشته از اجناس رنگارنگ و ازدحام جنون آسای بازارچه نغمه سرایی کردم.
مردم خندان و مبهود نگاهم می‌کردند. با فریاد برایم هورا می‌کشیدند. تشویقم می‌کردند که با صندلی چرخدار در مسابقه دوچرخه سواری سراسری کلمبیا شرکت کنم. من مانند دریانوردی شادکام برایشان دست تکان می‌دادم و سلام می‌فرستادم بی آنکه آوازم قطع شود. آن هفته به مناسبت ماه دسامبر یادداشت جسورانه دیگری نوشتم. چطور در 90 سالگی سوار بر دوچرخه خوشبخت باشیم؟ شب تولد دلگادینا آواز کذایی را تمام و کمال برایش خواندم. آنقدر سر تا پایش را بوسیدم که از نفس افتادم. ستون فقراتش را مهره به مهره تا لمبرهای لاغرش همان سمت که قلب بیکرانش میتبید. همانطور که میبوسیدمش گرمای بدنش بالا میرفت و رایحه‌ای وحشی از آن متصاعد میشد. با رعشه های تازهی هر وجب از پوستش به من پاسخ میدادم و در هر نقطه گرمایی متفاوت. طعمی منحصر، نالهی نو یافتم و تمام وجودش از درون با تنینی تدریجی مترنم شد و نوک پستانهایش مانند قنچه شکفتند بیان که لمسشان کرده باشند. دم صبح چرتم گرفته بود که یکو انگار هم همه جمعیت را در دریا و فریادی دلهره آور میان درختان شنیدم که مثل خدنگ در قلبم نشست. پس به دستشویی رفتم و روی آینه نوشتم: دلگادینای عزیزتر از جانم، بادهای خنک کریسمس رسیدند. یکی از شیرین ترین خاطراتم به دگرگونی درونی غریبی مربوط می شود که در سحرگاهی مثل صبح آن روز هنگام خروج از مدرسه احساس کردم. چرا اینجوری شدم؟ خانم معلم مبهوت به من گفت: آی بچه جان، مگر نمی بینی بادهای خنک بیوزن؟ 80 سال بعد وقتی در بستر دلگادینا بیدار شدم، همان احساس دوباره سراغم آمد و باز دسامبر بود که سر موقع برگشته بود، با آسمان شفاف، طوفان‌های شن، گردبادهای خیابانی که سقف خانه‌ها را از جا می‌کندند و دامن دخترکان دبیرستانی را بالا می‌بردند. در آن هنگام آواهای شهر تنینی شبهگونه می‌یافتند. شب‌هایی که بادهای خنک می‌وزیدند، داد و قال و هیاهوی بازارچه تا عیانی‌ترین محلات شهر هم می‌رسید. پنداری سر نبش باشند. آن وقت هیچ بعید نبود به برکت تندبادهای زمستانی دوستانی را پیدا کنیم که مدت‌ها از آنها بی‌خبر بودیم و ناغافل صدایشان را از نجیب خانه‌های دوردست می‌شنیدیم. لیکن همراه بادهای خنک این خبر ناخوشایند هم به من می‌رسید که دلگادینا نمی‌توانست ایام کریسمس را با من بگذراند، زیرا ناچار بود پیش خانواده‌اش برگردد. از هیچی در این دنیا به قدر جشن‌های زورکی بدم نمی‌آید که مردم در آنها اشک شادی می‌ریزند و چاشنیشان آتش بازی، سرودهای ابلهانه کریسمس و کاغذ کشی های زینتی است که اصلا به طفلی که 2000 سال پیش در عاقلی مفلوب به دنیا آمد ربطی ندارند. با این حال وقتی شب رسید احساس دلتنگی بر من غلبه کرد و به اتاق که جای او در آن خالی بود رفتم. خوب خوابیدم و کنار خرسی پشمی بیدار شدم که روی دو پا می ایستاد. انگار قطبی باشد و کارتی همراهش بود که این نوشته بر آن به چشم می خورد: واسه بابا جون زشت. روساکابار کاس به من گفته بود که دلگادینا با درسهایی که برایش روی آینه می نوشتم داشت خواندن و نوشتن یاد می گرفت. خط قشنگش تحسینم را برانگیخت، ولی همان دوست شفیق با خبری بدتر مرا از اشتباه بیرون آورد و فهمیدم خرس هدیه خودش بود. به همین علت شب سال نو در منزلم ماندم و از ساعت 8 به بستر رفتم و بدون ذره تلخکامی خوابیدم. احساس خوشبختی می کردم، زیرا با اعلام نیمه شب در میان خروش خشمالود ناقوس‌ها، آژیر کارخانه‌ها و ماشین‌های آتش نشانی، زجه‌های کشتی‌ها، انفجار ترقه‌ها و فشفشه‌ها حس کردم دلگادینا روی پنجه پا وارد شد. کنارم دراز کشید و بوسه‌ای به من داد. آنقدر واقعی که رایحه شیرین بیانش در دهانم باقی ماند.